یه ذره بوی ترشی میده. بچه به این عکس چرسم فوق العاده مثل مجازات این چالش ها آتشش هم خواهد کنید. دوست ندشم این خواهد آقا امروز اومدیم با کلی خوراکی خوشمزه که نمیدونم شاید همشون خوشمزه نباشه. امیدوارم که خوشمزه باشه. بخند. ما دست ما نیست. چهار دانی ما دست. کرده ما. آقا کلی خوراکی های معروف ترکیه و ترکیه‌ای رو بهتره بگم. رفتیم خریدیم براتون آوردیم. میخوام امروز تستشون کنیم با هم. بریم شروع کنیم به تست خوراکی ها. ویدئومون رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب هم بکنید اگر کردید قبلا. دوباره چیکش کنیم ببینیم حتما روشن باشه. بزنید اول خوراکی که میخوام بهتون بدم ببینین. من خواهی بکنم بودم چه بفرمایید یه نوشیدنی ولی چیز بعدی نیست، خیالتون راحت بشه. حلال حلال دادا. واو این چیه دیگه؟ نمیدونم چیه. آقا اسم این معجونی که ما گرفتیم بوزا. بوزا میشه به خنادی؟ آره ببین دهن اینجا میشه بوزا. بوزا توی سوپرمارکت ها فروخته میشه. من اولش فکر میکردم آب لیمو. بعد اولش که آب لیموه. نوشیدنی نسبتاً گرون قیمتی هم هست. آره هر شیشهش مثلا از 10 لیر 9 لیر 10 لیر شروع میشه. مثلا همین سایز 17 لیر 20 لیر 25 لیر هم ما دیدیم. همیشه هم مثلا اون سوال بوده که این چیه. خب اول از همه بو میکنیم. یه ذره بوی ترشی میده. نکنه همون لیمو ترشه. آب لیمو ترشه بار میشه. بوی ترشه لیمو میده. قبول داری؟ یه ترشی خاصی خرمش همون برای خواستم شده. دادا اینو برای من آه بیخدی برای خوده. بوی چسب میده. بوی چسب میده. خب نگاه کنی من این چشوریه. چشوری بو 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 بوی یعنی قلیزه. اینو باید تو لیوان بریزی بخوری. همون انگاه آدم باید با قاشق بخوره. بسته بسته. ای افتاده رو دور همیشه در میاد. نه دیگه رو همونو با هم بخوریم دیگه. نه برید منم بخورم. دیوان کسیف نکنیم. بسه خوبی ندارم. بابا شما برای دادش هم یه آب بیرم. بیف به من لحظه تست فردا. یک دو سه نمیاد. چه بوی بدی میده. تمش جالبه. سیبه. آره این دو سیبه له کرده رو داری میخوری. آقا مقدم که فکر کردم بد نیست. آره خیلی خوشمزه. دیدی؟ سیبه. اولش خیلی بد. همه غذاهای های بچه ها هست. آره پوره سیبه. پوره ای آره پوره سی پوره میوه. واقعا چی توشه؟ اونایی که میدونن تو کامنت برام بنویسن که چی توشه. خیلی خوشمزه بود. عکس چیز ذرت داره روش. بچه ها ببینیم مایه مزهش مایه پوره سیبه. جذاب بود تستش کنیم. بریم بعدی. دومین گزینه که امروز داریم یه غذای خفنه. خفنه که نمیدونی خفنه. آره خب خوشگله قیافش دیگه. ایچلی کوفته کوفته. کلن به کوفته کوفته به هر چیزی که با گوش درست بشه مثل همبرگر اینا میگن. آره من حتی همبرگر میگم کوفته. ولی کلا به کوفته خیلی علاقه من میگم. کوفته زیاد میخورن اینا. نگاه کنین این نپختش دوستمون. بله شبیه چی میگه سمبوسه. ای ما تو ایران درست میکنم ولی یه چیز دیگه بهش میگم. من یادم نمیاد. با برنج درست میکنم. یعنی این لایه رویش برنج. خب حالا ببینین اینم پزیدشه. سرخ باید بکنیم. آره سرخش میکنی و بگیر. حالا بگیم توش چه؟ خب بذاریم توش رو بازش کنم. بچه ها اینجا نگاه کنیم منم بوی کنیم. نگاه کنیم توش گوشته. خب ببینیم دقیق. بله گوشته رو اینا. منم تست کنم.
اون سردا چطوره؟ خوبه. دوست داشتی؟ دوست داشتم. میشه جان امیرانی؟ هلی دیگه دوست داشتی؟ خب نظر؟ خیلی خوشمزه است. مزه بچه هم که گفتم فکر کنم این لایه رویش همونه که ما درست میکنیم. برنجه؟ آره برنجه. برنج له شده رو وسطشو گوش میذارن. نمیدونم تو ایران شکلیه. حالا نمیدونم اونایی که اطلاعات دارن بگن چجوری. ولی خیلی خوشمزه بود. خیلی. سوختی؟ فلفلی بود؟ فلان ریلی داره میسوزه. خب آقا آیتم بعدی خیلی جذابه. یه جوری خامه. مثلا بهش فکرم میکنم نمیتونم بخورمش. بریم بعدی بریم ببینیم چی. خب خوراکی بعدیمون اسمش چی کوفته است. چی کوفته؟ چی کوفته؟ دقیقا چی کوفته؟ چه کوفتیه؟ آقا این دیگه چی کوفته؟ چی؟ چی ظاهرا به ترکی یعنی خام. این یعنی کوفته خام. یعنی چی؟ یعنی کوفته گوشت خام قرار بخوریم. خام. آقا بریم بازش کنیم ببینیم حالا چی هست این گوشت خام. من که نمیخورم خودت بخور. اصلا تصور خام. هر دفعه زهرا میگم بیا اینو بخریم تستش کنیم میگه نه 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 نه. وای بچا من اوایل یه دفعه گرفته بودم فکر کردم باید بپزیمش. اصلا نذاش بخوریم همه رو ریخت دور فهمید خامه. خب بچا ظاهرا اینجا دو تا سس هم داره. این چیه؟ نار سس. یعنی سس انار. آجی سس. سس تنده که امیرعلی عاشقشه. آمل بازش کنه. آره دیگه. یا میندازیمش دور دوباره دیگه. یا میخوریم یا میندازیم دور. به خاطر شما زهرا راضی شد که ما بخریم تست کنیم. برو تو ببین جای انگشتم داره میبینی؟ جا دستش. قشنگ اینجوری با دست اینجوری اینجوریش کردن. و این رسمه ها باید با دست این کار رو بکنه. هر جا من چی گفتم دیدم هم میشه تیو. آقا من یه تحقیقی کردم دستور پخت اصلیش با گوشت خامه واقعا، ولی جدیدن دارم خاطر مسئله بهداشتی اینا از گوشت خام توش استفاده نمی کنم. بلغور رو نمیدونم از اینجور چیزا داره. اجازه میفهمی من بخورم؟ تند و تند رفت تو کارش. بخور 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 ببینیم چه مزه‌ایه. آقا منم میخورم اینا چون بسم الله الرحمن الرحیم. میذاریم تو سس انار. نه وای قیافه شو تو نه گوشت خامه دیگه. آقا نه گوشت گفتم توش نداره ولی خیلی مزه جذابی نداره. انگار یه سری سبزیجات. نه سبزیجات که نه، همون بلغورجات و گندم و نمیدونم اینجور چیزا انگار داری خام خام میخوری دیگه. من دوست نداشتم. یه ذره بده من ببینم. با سس انار دیگه با سس انار بخوام. خوبه ها، نمیگم بده ولی ترجیح نمیدم بخورم. اون سس تون بود بابا خوردی. نظر زهرا از پشت دوربین داشته باشیم. من در فقط سوسش رو لیست میزم. جرات نکردی بخوریم؟ چرا یه من دوستش نداشتم. افتضاح بود. اصلا تستش نکنین. چرا شاید بعضی خیلی ها شنیدم دوست دارم. ولی من دوست نداشتم. خب بریم بعدی. امیر سرگاه چطور بود؟ خیلی خوردی؟ دوست نداشتم این تردا. آقا سومین آیتممون اینه. چیه؟ اتم؟ بمب اتم؟ چی باری تو صورت؟ این اسمش اتمه. خب اونجایی که ما تحقیق کردیم میدیم ما اینو تو فروشگاه دیدیم همچه بشتش اومدیم خونه تحقیقات کردیم در موردش. فهمیدیم که این یه ماسته، یه نوع ماستیه که ترک ها میخورنش. توش هم پر از فلفل و خیلی تنده. حالا بریم بازش کنیم ببینیم چه مزه ایه واقعا. آیا ارزش این از شکل شبیه سس مایونزه. آره توش کرم داشت دست رو پختش من دیدم. آها این کرم تون بود. شبیه بادم جون اون چیه؟ فلفله؟ آره. فلفله اون چیزه فلفل. بله
سوختی همه اول کاری؟ بچه به این اکس چرسم فوق العاده مثل مجازات این چالش ها آتشش هم اینقدر تونده تازه هنوز اون چیز وسطش رو نخوردی اون گوشه خوردی نه نه ببین ایناهاش این دمه اینجا همش داره از اینا اگر علاقه من به ترش چی تندیجات هستید حتما میتونید میل کنید ماست با یه عالمه فلفل اصلاحش کنم ماست و سیر و مزه سیرم ده زردوش یه عالمه فلفل سوختی پس فلفل آتشین ها اونا که سوزونت حالش رو ببریم من برم مثلا نون بخورم بسوزشم رفشم خب ما آمدیم به آیتم بعدی تفسیرون آره بچه چه اینجوری شد اسم این آیتم لحما جونه لحما جون که حالا ما اینجوریش نخریده بودیم خدا وکیلی لحما جونو معمولا توی رستوران ها و اینا سفارش میدیم و سایزش هم بزرگه بچه من چیز یه نون انقدی روش اندازه مثلا پیتزا خانواده آره ولی این سوپرمارکتیش بود گفتیم به درد ویدئو اون نمیخوره آقا لحماجون چیه؟ روی نون روی نون یه مقدار گوشت چرخ کرده و نمیدونم دنبه و از اینجور چیزا امیرعلی که خورد اینا میزنن خیلی هم خوشمزه است ما قبلا خوردیم اینم افتخارش منم میشه تست کنم خب من یه چیزی بگم این وسط اینو اینجوری مثل ساندویچ گردش میکنن میخورن ترکا خودشون گردش کن گردترش میکنن مثل بزن. همیشه خوشمزه است خوشمزه مثل بوز خوشمزه است توش گوجه داره دنبه توری داره گوشت داره سبزیجات داره مثل جعفری آقا اومدین استانبول ترکیه حتما لحماجون ها قیمتش هم خیلی مناسبه آره قیمتش هم مناسبه خیلی گزینه باحالیه خیلی خوشمزه است حتما دستش ندیم بریم آیتم بعدی که زهرا بیاد بهتون بگه قضیه خب آخرین آیتممون دی 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 دین این چیه؟ حلزونه؟ اسمش بورک بورک ببینید در اشکال مختلف این بچه اصلا سبر نمی کنه واسه تست کردن هم شام بده به بچه ها قبل ویدیو به خدا من اگه دنیا رم بدم اینو بخورم موقع ویدیو بازم گوش نشونه واقعا دیگه ذات ویدیو امونه ببخش دادا چی میگی تو؟ به زیر اومده خب آقا بورک اسفناج سیب زمینی سبزیجات، گوشت، اینا هستش میفروشن حالا ما این بورکی که خریدیم اولا که بورکی همینجوری خریدیم چون خیلی زیاده یعنی شما هر جا بری این بورکا هستش یه جور میان وعده اصلی خودشونه میخورن بعد حالا من بهتون بگم اینو تستش کنم بعد اول بازش کن توشو ببینیم ببینین خمیر هزار لا خب بله اینم نفر دوم پیدا شد آره لاش هم که گوشته دیگه گوشت هم که همه دوست دارن یا ابوالفضل بابا ماما میخواست یعنی نگاه کن فقط وضعیت ما رو گذاشتم تو بشقاب دیدم چپس بله چه وضعیه اینجا به این صورت شما میتونید تست کنین امیر جان خودتو کنترل بابا بریم بفهمید شما تست کنید در این وسط خیلی خوشمزه است خیلی خیلی خوشمزه است ما از پشت داریم حس میکنیم مزهشو بچه یکی از جذابترین چیزهایی که از ترکیه داره حالا فقط استانبول اینه که خوراکی های خیلی جذابی دارن یعنی اصلا کلن اولا که به شکمشون خیلی اهمیت میدن البته ما ایرانی هم همین شکلیم ولی خوراکی های خیلی جذابی دارن سفره صبحانه شون خیلی شاهانه است خیلی سفره هیجان انگیزیه میدونی خیلی سفره های باحالی دارن و
واسه غذا و شام و نهار و اینا هم که خیلی گزینه‌های زیادی هستش که اینجا شما بتونید استفاده کنید. ولی این بوریک هم خیلی گزینه خوبیه واسه غذایی که مثلا می‌خوای همین سرپای بخوری، خیلی حال میده. خیلی خوب بود. من راضی بودم ازش. خب بچه‌ها ممنون که اینجا ویدیو با ما همراه بودیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و با خوراکی‌های خوشمزه ترکیه آشنا شده باشید. خب بچه‌ها ویدیومون رو لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله فراموشتون نشه. خب تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ. خداحافظ. نکن زشته. این توصیف خانواده ما از چی گفته است؟ نکن زشته. آب و خونه. آب و خونه.